الهی به امید تو، لبخند تو خلاصه خوبی هاست. لختی بخند، لبخند گل زیباست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بیننده های خوب، همراهان همیشگی برنامه سیب سبز، برنامه این که به همت گروه دانش و اقتصاد شبکه تهران در خدمتون هستیم. در این برنامه به بنده توفیق دارم در معیت و همراهی همکاران خوبم هم در پخش شبکه تهران در خدمتون باشم. موضوع امروز برنامه ما یک موضوع بسیار دلچسب و شیرین هست. در خدمت کارشناس خوبی هستیم، جناب آقای فردین مرادی. آقای مرادی روزتون بخیر. موضوع برنامه امروز ما بیننده‌های خوبمون ماساژه و می‌خوایم راجع به ماساژ صحبت بکنیم. به هر حال یک امر شیرینیه، طبیعتاً لبخند رو روی لب‌ها می‌نشونه. می‌دونم و شما هم که الان بیننده برنامه ما هستید لبخند دارید حتماً. آقای مرادی خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستیم با بیننده همونی که سلام علیکی بفرمایید تا من بپرسم سوالام. بنده خدمت شما، خدمت بینندگان محترم و همکارانتون عرض سلام دارم و امیدوارم که روز خوبی رو شروع بکنن و این برنامه برنامه مفیدی باشه ایشالله، برای اینکه بتونیم مشکلات هموطنای عزیزمون رو از راه‌های خیلی ساده برطرف بکنیم. بسیار خوب، درود بر شما. بیننده‌های خوب، ما در برنامه سیب سبز یک سلسله بحث‌های رو آغاز کردیم تحت عنوان ماساژ. تو این بحث هم در خدمت آقای مرادی خواهیم بود. اتفاق خوبی که میفته در این برنامه این هست که در هر جلسه یک مبحث خاصی رو در رابطه با ماساژ باز می‌کنیم، یک آموزش کوتاهی رو هم دارن. امیدواریم که براتون مفید واقع بشه. خواهشی که از شما داریم، مثل همیشه ما رو هم مشمول لطف خودتون قرار بدید. 10531 برای ما حتما پیامک بزنید. در خلال برنامه من سوالاتی رو که شما برای من میپرسید حتما از کارشناس محترم خواهم پرسید. آقای مرادی برای شروع بفرمایید. خب این روزها فکر میکنم که اقبال عمومی به سمت ماساژ هم بیشتر شده به خاطر پیشرفت تکنولوژی و در واقع تنبلی عامه مردم. مقداری ناراحتی های متاسفانه بدنی زیاد شده و ماساژ یکی از راه حل های در واقع بروز این مشکل هست. بفرمایید که برای رهایی از فشار عصبی هم ما ماساژ داریم گویا. بله، خدمتتون عرض کنم که با توجه به تأثیری که ماساژ روی تمامی ارگان های بدن داره، در تمامی زمینه ها خصوصا زمینه های عصبی، مشکلات روحی روانی و فشارهای عصبی که در طول روز ایجاد میشه به خاطر شغلمون، کارمون، ترافیک روزانه‌ای که داریم، شاید آلودگی صوتی که در حال حاضر در شهرهای بزرگ باهاش روبرو هستیم، ماساژ بسیار مفیده و تأثیر بسیار عالی داره. شاید با 10 دقیقه ماساژ ما بتونیم یک فشار عصبی که در طول روز ایجاد شده، یعنی چیزی در حدود 8 ساعت 9 ساعت ما فشار عصبی داشتیم، با 10 دقیقه و نهایتاً یک روب ماساژ بتونیم این فشارات رو کاملاً بیاریم پایین و از یک جسم سالم برخوردار باشیم. آقای مرادی، این روزها چیزی که ارزشمندتر از همیشه است و قدرش رو باید بیشتر بدونیم ولی متاسفانه بیشتر از هممون رو تلف میکنیم، زمانه. در این دوندگی های روزانه‌ای که داریم خب خیلی هم خسته میشیم. یک راه حل سریع هم ما داریم برای رفع خستگی با ماساژ یا نه؟ بله، 100%. عرض کردم ما در یک مدت زمان 10 دقیقه‌ای میتونیم اون فشارات عصبی و حتی خستگی های بدنی رو کاهش بدیم. خدمتتون عرض کنم که یکی از بهترین راه هایی که من میتونم در این زمینه توصیه بکنم اینه که شخص خودش رو ماساژ بده. ما بحثی رو داریم در ماساژ به نام سلف ماساژ یا خود ماساژی. تکنیک های خاصی داره، با فیزیک و آناتومی بدن در این بحث آشنا میشن و میتونن در هر لحظه و هر جا که هستن، حتی پشت فرمون زمانی که ماشین وایساده یه جا و توقف کرده، میتونن خدمتتون عرض کنم با یک شاید زمان کوتاه 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای مشکلات بدنی رو کاملا از بین ببرن و یا میتونن به جاهای مراجعه بکنن، محلهایی که مراکزی که خدمات ماساژ انجام میشه، عرض به خدمتتون، و با حرکات ماساژی که روی بدن انجام میشه بتونن این ناراحتی رو کاملا از بین ببرن. ولی خب بحث سلف ماساژی یا خود ماساژی بحث بسیار عالیه
برای اینکه هر کسی در هر جا و هر مکانی میتونه به راحتی روی خودش اجرا کنه. یعنی شخص میتونه هم برای خودش مفید باشه، هم برای دیگران مفید باشه. درود بر شما که در واقع سوال بعدی من رو هم جواب دید. من خواستم بپرسم که اصلا چجور میشه خود افراد خودشون رو ماساژ بدن؟ که ما این قول رو از شما میگیریم که حتما این رو در برنامه آموزش بدید، به این بحث هم مفصل پرداخته بشه. بیننده های خوب، برای برنامه امروز ما یک سوال مسابقه هم طرح کردیم. سوال رو من میخونم خدمتتون. پاسخ صحیح رو به 10531 برای ما پیامک بفرستید، انشاءالله که جز برنده ها باشید. سوال برنامه این هست: برای درمان میگرن ماساژ کدام یکی از اندام های زیر مفید است؟ تکرار میکنم، برای درمان میگرن ماساژ کدام یکی از اندام های زیر مفید است؟ گزینه اول سر و گردن، گزینه دوم ناحیه شقیقه یا گیجگاهی، و گزینه سوم صورت. پاسخ صحیح رو به 10531 برای ما پیامک بفرستید. من منتظر پیامک های قشنگ شما هستم. آقای مرادی، جاهای خاصی هم وجود داره آموزش بدن ماساژ رو؟ کلاس ماساژ هم ما داریم؟ بله، ما خودمون به عنوان یه مؤسسه آموزشی در تهران در حال فعالیت هستیم که انشالله دوستان شماره تلفن ها، وبسایت و پنل پیامک مؤسسه رو زیر نویس میکنن و دوستان میتونن تماس بگیرن. کلاس های آموزشی داریم. این کلاس ها کاملا استاندارد آکادمیک هستش و خدمتتون عرض کنم که زمان های کوتاه مدت داره، بلند مدت داره. در این کلاس ها شرکت میکنن و به طور کامل به صورت عملی ماساژ رو یاد میگیرن. من یک اعتراف بکنم، همین چند دقیقه که راجع به ماساژ ما صحبت کردیم من خستگیم در رفت کلا. بسیار خوب، قطعا بحث شیرینی خواهیم داشت با شما امروز هم که قرار هست زحمت بکشید برای ما آموزش عملی هم داشته باشید. آقای مرادی، کلا میشه یک نسخه ماساژ رو برای همه در واقع توصیه کرد؟ خب میدونید که ماساژ که بحثی است که حالا تاکید شده روش، یک امر مکمل درمانه. بله درست. یعنی حتما باید قبلش تجویز پزشک و مراجعه به پزشک باید اولین اقدام باشه و بعد بریم سراغ ماساژ زیر نظر پزشک. آیا نسخه واحدی برای همه وجود داره یا اینکه کلا متفاوت هست برای افراد مختلف؟ نمیتونیم بگیم نسخه واحدی برای همه افراد میتونیم استفاده کنیم. سن و سال، فیزیک بدنی، داشتن ناراحتی های خاص خیلی مهمه. ما در وهله اول باید ببینیم شخصی که میخواد ماساژ بگیره آیا ناراحتی خاصی داره یا نه. بعضی از ناراحتی ها و بیماری ها متاسفانه با ماساژ تشدید میشن. ما اینها رو حتما باید مد نظر داشته باشیم. و سن و سال هم مهمه، برای اینکه نوع فشار، مقدار فشار و زمان ماساژ با توجه به سن و سال تفاوت داره. و فیزیک بدنی، کسانی که لاغر هستن، کسانی که چاق هستن، کسانی که بدن عضلانی دارن یا یک فرم فیزیکی نرمال دارن، همه اینها هر کدوم با توجه به فیزیک بدنشون و سن و سال عرض کردم بایستی اون ماساژ مورد نظر انجام بشه. اگر بخوایم از یک فرمول استفاده کنیم، در بعضی موارد مفید خواهیم بود و در بعضی موارد مضر خواهیم بود. بسیار خوب. آقای مرادی، حالا اشاره کردید، منم میبینم چند تایی از بیننده های خوبمون در همین رابطه سوالاتی رو هم پرسیدن. خط قرمز های ماساژ کلن کجاست؟ یعنی مثلا چه افرادی نباید برن سراغ ماساژ؟ چه بیماری های فرمودی سری بیماری هست؟ چه بیماری های نباید سراغ ماساژ برن؟ خدمتتون عرض کنم که در وهله اول کسانی که فشار خون بالا داشته باشن. میدونید که ماساژ باعث تسریع گردش خون میشه و شخصی که فشار خون بالا داشته باشه ماساژ اگر بگیره میتونه تشدید کننده فشار خونش باشه. مورد دوم که میتونم اشاره بکنم موارد عفونت در بدنه. کسانی که دیابت دارن، عرض خدمت شما، و شکستگی در بدن داشته باشن، نقاط جوشگاهی داشته باشن، خدمتتون عرض کنم اینا مواردیه که البته موارد زیاده. کسی که تب بالا داشته باشه نباید ماساژ بگیره، برای اینکه در این جور موارد ماساژ تشدید کننده اون بیماری هست. البته یک سری از این مواردی که عرض کردم خدمتتون
ماساژ های موضعی که به هدف درمانی صورت میگیره اشکالی نداره، اما ماساژ کل بدن نباید انجام بشه، برای اینکه ماساژ تسریع کننده گردش خونه، بالا برنده حرارت بدن هست و میتونه در بعضی از این بیماری ها مشکل ساز باشه. کسانی که ممکنه لخته خون در بدن داشته باشن، با گرفتن ماساژ این لخته ممکنه جابجا بشه و خدایی نکرده ایجاد ناراحتی های سنگین تری بکنه. خب پس حتما باید ماساژ هم زیر نظر پزشک باشه و یک امر مکمل درمان هست که باید حتما متخصص و یا پزشک باید در این زمینه نظر بدن ببینن. ما اصولا قبل از ماساژ حتما یک سری سوالات رو میپرسیم، از شود اگر ناراحتی خاصی داشته باشن. یه نکته هم که من خاطرم اومد خدمتتون عرض کنم اینه که ماساژ رو هیچ وقت زمانی که شخص تازه غذا خورده باشه و معده پر باشه نباید ماساژ گرفته بشه، چون اون غذا سنگینی رو معده ایجاد سنگینی میکنه و انرژی به بدن میده، ماساژ همین انرژی رو دوچندان میکنه و دچار اشکال میشه. حداقل یک ساعت تا یک ساعت و نیم از خوردن غذا باید گذشته باشه بعد ماساژ بگیریم. بسیار خوب، درود بر شما. بیننده های خوب، ما این قول رو از آقای مرادی گرفتیم که در هر قسمت به صورت تخصصی راجع به یک موضوع ماساژ صحبت بشه. موضوع این برنامه‌مون هم اختصاصا ماساژ سر و گردن هست. من قبل از اینکه حالا بریم پخش، یک نکته رو هم بگم خدمتون تا یادم نرفته. بنا به درخواست‌های مکرر شما دوستان، همکاران خوبمون در شبکه تهران که ابتکار جالبی به خرج دارن و اون هم این هست که مجموعه ای از برنامه‌های حوزه سلامت رو به صورت یک بسته آماده کردن، یک پکیج یا یک بسته مربوط به برنامه حوزه سلامت هست، شامل 24 برنامه. میتونن دوستان در صورت تمایل برای خرید این سی دی کد 104 رو به شماره تلفن 5023 برای ما پیامک بکنن. موضوعات مفیدی در این بله شماره عرض کردم 5023 کد 104، موضوعات مفیدی در این مجموعه سی دی تهیه شده و گردآوری شده که من میدونم بسیار مفید هست و مورد استقبال قرار خواهد گرفت، همچنان که تا الان بوده. و عرض میکنم این ابتکار بعد از درخواست مکرر شما دوستان در واقع به ذهن دوستان ما رسیده در شبکه تهران. با هم سری کوتاه میزنیم به پخش، برمیگردیم و اختصاصا میپردازیم به موضوع این برنامه، یعنی ماساژ سر و گردن. بسیار خوب، ممنونم از این که همچنان بیننده برنامه سیب سبز هستید. در خدمتون هستیم همچنان با موضوع برنامه ماساژ و اختصاصا در این برنامه ماساژ سر و گردن. من یک بار دیگه سوال برنامه رو میخونم خدمتون و بعد مهمان عزیزمون که جاشون خالی هست اینجا چون رفتن اون سمت و قرار هست که به صورت عملی برای ما ماساژ رو آموزش بدن، در خدمتشون خواهیم بود. سوال برنامه این هست: برای درمان میگرن ماساژ کدام یک از اندام‌های زیر مفید است؟ گزینه اول سر و گردن، گزینه دوم ناحیه شقیقه و گزینه سوم هم ماساژ صورت. لطفاً پاسخ صحیح رو به شماره تلفن 10531 برای ما پیامک بفرستید، انشاءالله که جزو برنده ها باشید. آقای مرادی، الوعد وفا، در خدمتتون هستیم با آموزش عملی ماساژ. خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما، تو این برنامه در رابطه با مشکلات گردن صحبت میکنم و به صورت عملی نشون داده میشه. این مشکلات شامل اسپاسم، گرفتگی ها و ناراحتی های گردنیه که متاسفانه بسیاری از هموطنای ما با این مشکل روبرو هستن. این مشکل به سادگی پیش میاد. شما ممکنه توی ماشین، اتوبوس، توی مسافرت زمانی که یک مقدار میخوابید سر چون به یک طرف میفته ایجاد اسپاس، کشیدگی ها و ناراحتی های گردنی میکنه و تحت شرایطی ممکنه به خاطر بالشی که زیر سرمون هست بیش از اندازه بلند باشه یا بیش از اندازه کوتاه باشه، این مشکلات پیش میاد. یا در یک چرخش عادی گردن، یعنی سر رو در یک حالت بچرخونیم و باعث بشه که باعث گرفتگی و اسپاس بشه. زمانی که چنین مشکلی رو داشته باشیم، ما ابتداعا با یک دستمون
در حالت نشسته، بیمار ما در حالت نشسته هستن و با یک دست پیشونی و سر رو نگه می‌داریم که سر حرکت نکنه و ما تسلط کامل رو داشته باشیم روی گردن. عضلات گردنی رو، عضلات طرفین گردن رو با شستمون به آرومی فشار میدیم و این فشار رو تقریبا چیزی در حدود 10 ثانیه نگه می‌داریم و عضلات گردن رو به این حالت فشار میدیم. من الان 10 ثانیه نگه نمی‌دارم برای اینکه بتونیم کلیه تکنیک‌ها رو کامل اجرا بکنیم. منتها چند بار این حرکت رو انجام میدیم و طرف مقابل گردنی رو باز به همین صورت ما روش کار میکنیم. زمانی که این حرکت ها رو انجام دادیم، عضله چنبری رو که سرتون یه مقدار بچرخونید، عضله چنبری رو که در این قسمت قرار گرفته، این عضله چنبری رو باز مجددا شروع میکنیم به فشار دادن و هر فشارمون رو حدودا 10 ثانیه نگه میداریم. خدمتتون عرض کنم بعد از اینکه این حرکت رو انجام دادیم، با دستی که پیشونی و سر رو نگه داشتیم شروع میکنیم به گردوندن و چرخوندن سر. زمانی که این سر رو میچرخونیم، انگشت شست ما روی عضله فشار وارد میکنه. این حرکت باعث میشه که عضلات گردنی در یک حالت در حالت کشش قرار بگیره و در یک حالت در حالت شل بودن باشه. ما سعی میکنیم فشارمون رو زمانی که عضله شل هست وارد بکنیم، چون اگر عضله سفت باشه تحت فشار هست و چون دردناک هست، فشاری هم که ما وارد میکنیم یه مقدار درد رو بیشتر میکنه. پس خیلی آروم سر رو میچرخونیم و به این حالت تکنیک ها رو اجرا میکنیم. ما یه مقدار تکنیک ها رو در حالت نشسته، بیمارمون در حالت نشسته که اصلا اجرا کردیم، بعد از اون از ایشون میخواییم که دراز بکشن و همین تکنیک ها رو مجددن در زاویه های مختلف به حالت خوابیده اجرا میکنیم. خب زمانی که میخواییم روی عضله چنبری فشار وارد بکنیم، سعی میکنیم سر رو دیگه در حالت چرخش نباشه، بلکه به طرف خودمون میکشیم و در اون زمان فشار رو وارد میکنیم. یعنی زمانی که عضله در حالت کشش هست فشاری وارد نیست، شست من جداست، اما زمانی که میکشیم به طرف خودمون و عضله شل هست، فشار رو وارد میکنیم. عضلات گردنی و چنبری رو که روش کار کردیم، میایم در ناحیه کول و روی عضلات کول کار میکنیم و فشارمون رو به همین صورت با زمان 10 ثانیه نگه می‌داریم. به همین صورت کارمون رو ادامه میدیم. چند بار که این حرکت رو تکرار کردیم، این بار سر رو به طرف مخالف میخوابونیم و فشار رو وارد میکنیم. فشارمون نباید خیلی زیاد باشه و چند بار این حرکت رو انجام میدیم. پس از این حرکتی که روی کول انجام شد، میتونیم حرکت‌های ملایمی رو هم روی گردن و هم روی کول انجام بدیم برای اینکه حالت ریلکسی و آرامش پیدا بکنه. به حالت چرخشی حرکت‌هایی که این طرف بدن انجام شد، دقیقاً در طرف مقابل هم انجام میدیم و بعد از اون میایم سراغ عضلات زوزنقه‌ای. یکی از مشکلات شایعی که ما در سر دردها داریم اینه که عضلات زوزنقه‌ای چون تحت فشار هستن و ارتباطشون با عضلات گردنی هست، روی سر فشار وارد میکنه و باعث سر دردهایی میشه که شاید نیاز به یک استراحت 2 روزه 3 روزه داشته باشه، در صورتی که ما با چند تا حرکت ساده ماساژی میتونیم این اسپاسم گرفتگی رو برطرف بکنیم. با توجه به اینکه دوربین اگر من بتونم تو این قسمت قرار بگیرم، نمیدونم حالا بتونه نمایش بده، ولی خب سعی میکنم یک طرفه اجرا بکنم که بیشتر بینندگان ما بتونن. یعنی میفهمید که باید کامل پشت بیمار بیستیم و باید کامل پشت بیمار باشیم و به حالت دو طرفه این تکنیک رو اجرا میکنیم، اما من الان یک طرفه اجرا میکنم. زمانی که فشار رو روی عضلات زوزنقه‌ای و نگهدارنده ستون فقرات وارد می‌کنیم، با یک دست سرشونه رو نگه می‌داریم و فشاری که وارد می‌کنیم سرشونه رو یک مقدار آروم به عقب می‌کشیم که این عضله اگر در تحت فشار باشه و سفت شده باشه یه مقدار شل بشه و بتونیم فشاراتمون رو به طور کامل وارد بکنیم.
و مجدداً به حالت چرخشی برای آرامسازی حرکتمون رو انجام میدیم. این کاری که من الان انجام دادم ماساژهای فشاری هستش. ما میتونیم همین حرکت ها رو البته به طور دیگه ای، تکنیک های دیگه ای با استفاده از روغن هامون استفاده بکنیم که خود روغن هایی که استفاده میشه یک بحث درمان داره و تکنیک های ماساژی هم که انجام میشه باز خودش یه بحث دیگه است. یعنی در اصل ما دو تا کار مفید رو داریم با هم ترکیب میکنیم تا بتونیم اون ناراحتی رو و اون بیماری رو از شود کاهش بدیم. آقای مرادی، بیننده های بسیاری هم سوال کردن. اولا یک اتفاق جالب افتاده بیننده های خوبمون و اون این که در حین برنامه دوستان بسیاری پیامک زدن و پرسیدن که برای گرفتگی عضله گردن بعد از اینکه مسافرت طولانی داریم آقای دکتر توضیح، آقای کارشناس محترم توضیح بدن که همین اتفاق هم افتاد. این دیگه خیلی خواص برنامه زنده است که پیامک زدید، همین موضوع هم بهش پرداخته شد. آقای مرادی فرموده بودید که روغن ها رو میتونیم استفاده بکنیم. این روغن ها رو باید تهیه کرد یا اینکه فرمول خاصی داره به نحوی است که خود دوستان توی خونه بتونن تهیه بکنن؟ عرض شود که روغن ها رو ما به دو صورت میتونیم داشته باشیم. یکی روغن هایی که به طور معمول در اختیار همگان هست، مثل روغن زیتون، روغن کنجد، روغن سیاه دانه، روغن بادام، حالا بادام شیرین یا بادام تلخ، عرشبت اینا روغنایی که در دسترس همه هست. یه سری روغن ها هم داریم که جنبه های درمانی داره که عموما در دسترس همه نیست و بایستی از جاهای خاصی تهیه بشه. اما من یه فرمول خیلی ساده میگم خدمتون، خدمت بینندگان عزیز، که هر جا که نیاز داشته باشن میتونن از این فرمول استفاده بکنن. ما یه درصد مشخصی از روغن کنجد رو که روغن گرمی هست میتونیم با روغن سیاه دانه که روغن بسیار مفیدیه برای دردهای مفصلی و عضلانی با روغن زیتون ترکیب بکنیم. یعنی سه تا روغن رو میتونیم ما به راحتی با هم با درصدهای ثابت ترکیب بکنیم و توی ماساژ هامون ازش استفاده بکنیم. اما بحث روغن های درمانی که تأثیر درمانی روی بدن داره، اون درصد ترکیباتش خاص هست و حتما بایستی اون کسی که این روغن ها رو ترکیب میکنه تخصص لازم رو در این زمینه داشته باشه، چون روغن های درمانی بیش از حد نباید با بدن تماس داشته باشه. یعنی درصد مشخصیه. ما در بعضی از موارد به 2 قطره، 3 قطره یا شاید تا 5 قطره اکتفا میکنیم. دیگه مثل روغن های معمولی که گفتم خدمتون نیست که به صورت درصد های مساوی ترکیب بکنیم، مثلا 50% این باشه، 50% روغن مثلا زیتون باشه، 50% روغن کنجد باشه. اونجا ما از قطره استفاده میکنیم. به همین خاطر حتما بایستی اون کسی که این کار رو میکنه تخصص لازم در زمینه شناخت روغن های درمانی رو داشته باشه. بسیار خوب. آقای مرادی، دوستان سوالات دیگر رو هم مطرح کردن. من قبل از که یک سوالی هم که خیلی تکرار شده براتون بخونم، یک بار دیگه سوال برنامه رو من میخونم خدمتون. سوال برنامه این هست: برای درمان میگرن ماساژ کدام یکی از اندامهای زیر مفید است؟ گزینه اول سر و گردن، گزینه دوم ناحیه شقیقه یا گیجگاهی و گزینه سوم ماساژ صورت. پاسخ صحیح رو به شماره تلفن 10531 برای ما پیامک بفرمایید. جایزه هم تقدیم حضور بیننده های عزیز و برنده های محترم خواهد شد. آقای مرادی، سوال دیگری که پرسیدن این هست که پرسیدن برای ماساژ روغن مفید تر است یا آب گرم؟ این رو هم لطفا توضیح بفرمایید. خدمتتون عرض شود که اصولا آب گرم اگر برای ماساژ های کل بدن بخوایم استفاده کنیم مضر هست و نباید این کار رو بکنیم. آب گرم باعث بالا رفتن حرارت بدن و تسریع گردش خون میشه. حرکت های ماساژ و تکنیک های ماساژ هم به همین صورت. پس ما از آب گرم استفاده نمی کنیم. اما اگر مشکل موضعی باشه، برای اینکه سریعتر بتونیم اون قسمت از بدن رو یک مقدار عضلاتش رو شلتر بکنیم، میتونیم از آب گرم، البته آب ولرم استفاده بکنیم نه آب گرم. اما روغن، عرض کردم با توجه به خواص درمانی که خود روغن داره، به تب روغن بسیار مناسبه و من توصیه میکنم که دوستان تحت هیچ شرایطی بعد از گرفتن
حتی حمام، نه اینکه ما ماساژ رو زیر آب گرم انجام بدیم، حتی اگر شما دوش گرفته باشید با آب گرم دوش گرفته باشید، تا یک ساعت یک ساعت و نیم بعدش نباید ماساژ بگیرید و بعد از یک ساعت و نیم شما مجاز هستید که ماساژ رو بگیرید. بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید ایشون دراز بکشن و ما یک سری تکنیک‌ها رو در حالت دراز کش انجام بدیم. سر اون طرف باشه، حالت دمر بخوابید. خب یه مقدار میتونید پایین تر برید. بله. بسیار خوب. ما تشکرم باید بکنیم از همکار خوب آقای مرادی. آقای مرادی ما وقتمون هم خیلی اندک است. 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. 2 دقیقه وقت داریم. خب مشکل نداره. چشم. تکنیکایی که بعد از اینکه تکنیکامون رو در حالت نشسته انجام دادیم، حالا میایم در حالت خوابیده باز مجدداً با شست شروع میکنیم به ماساژ دادن عضلات گردنی. نکته ای که من میخوام بهش توجه بکنم، دوستان باید حتما بهش توجه داشته باشن، اینه که شما ببینین الان من طرف مخالف رو که میخوام ماساژ بدم با این دستم با شست استفاده میکنم. اگر بخوام از این دست استفاده بکنم، چون وارد صورت میشه و یه مقدار ممکنه ایجاد مشکلاتی بکنه، مجبور بشم فشار رو به یک سری از نواحی گردن وارد بکنم. ولی با دست مخالف، طرف مخالف رو ما به آرومی ماساژ میدیم. اگر از روغن استفاده میکنیم، به طرف پایین شستمون رو میکشیم به این حالت و به همین صورت میتونیم از انگشتامون استفاده کنیم به حالت چرخشی و تمام قسمت‌های عضلات گردنی رو ماساژ بدیم. دست رو پایین‌تر میبرم برای عضلات چنبری. این عضلاتی که من تاکید میکنم، اینها عضلاتی هستند که اصولاً در فشارهایی که به گردن وارد میشه بیشتر دچار مشکل میشن و به همین خاطر ما روی تمامی این عضلات کار میکنیم. ناحیه کول رو با توجه به اینکه تسلط بیشتری در این حالت داریم، شستمون رو میذاریم روی کول و فشاراتمون رو به این صورت وارد میکنیم. ناحیه زوزنقه ای. آقای مرادی عزیز، عذرخواهی میکنم از اینکه وقت ما هم تمام شده متاسفانه. این قول رو از شما بگیریم که این بحث رو حتما در برنامه بعدی ادامه بدیم انشالله. که نیمه کاره نمونه. من تشکر ویژه میکنم از شما بیننده های خوب. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.